راه آهن قزوین رشت بخشی از پروژه‌ای بزرگ و بین‌المللی برای اتصال جنوب آسیا به شمال ایران و انتهای آن به اروپا است. این قطعه مهم و راهبردی بخشی از کریدور شمال جنوب است. ساخت 22 کیلومتر تونل و 13 کیلومتر پل مثل این تنها بخشی از عملیات عظیم مهندسی که در ساخت این مسیر به کار رفت. از بندر هلسینکی فنلاند به آب‌های آزاد اقیانوس هند رو 45 روزه از طریق آب طی می‌کنیم که انشالله با اتصال راهن قزوین رشت این مسیر 21 روزه کل کالاهایی که از طریق قطارهای باری و حتی مسیرهای مسافری رو می‌تونه طی کنه. ریل یکی از مزیت‌های حمل و نقل در هر کشوری به شمار می‌آید و بخشی مهم از توسعه را بر عهده دارد. در بحث ترانزیت، درآمد ارزی که به صورت مستقیم برای راهن کسب میشه معادل حدود 50 دلار به ازای هر تنه. یعنی مثل این میمونه که شما یه بشکه نفت فروختید. اینجا پل ورسک در استان مازندران، پلی که 80 سال قبل به دست معماران اتریشی و آلمانی ساخته اما در طول جنگ جهانی دوم به پل پیروزی متفقین معروف شد. در زمان جنگ کار رساندن خاربار و مهمات جنگی متفقین به جبهه شوروی بر عهده راه آهن دولتی ایران گذارده شد و از اینجا بود که سرزمین ایران را پل پیروزی نامیدند. اگر روزگاری این پل نماد صنعت ریل در کشور ما بود، امروز اما بعد از اتصال همدان و کرمانشاه رسیدن قطار به ارومیه نماد توسعه ریل در کشور شده. در این لحظه فرمان حرکت قطار از ارومیه به سمت مشهد رو صادر میکنم. علی برکت الله. بعد از پیروزی انقلاب جنگ تحمیلی مانعی شد برای توسعه راه آهن، اما پس از جنگ در سال 1372 راه آهن باف به بندر عباس که سال 1360 کلید خورده بود به اتمام رسید به طول 630 کیلومتر. در سال 1375 راه آهن مشهد سرخس تجن با حضور سران و رؤسای جمهوری کشورهای عضو اکو افتتاح شد، خط آهنی بین المللی که ایران را به ترکمنستان و از اونجا به چین متصل می کرد. ایستگاه ها به نام مشاهیر کشورهایی که در مسیر خط راه آهن ابریشم قرار گرفتند نامگذاری خواهد شد. ساخت خط دوم راه آهن تهران مشهد در سال 1380 بعد از 11 سال به بهره برداری رسید. راه آهن تهران مشهد روزانه 40,000 مسافر رو در این مسیر جابجا میکنه. با برقی شدن این مسیر ظرفیت جابجایی مسافر افزایش چشمگیری خواهد داشت. علاوه بر اینها راه آهن کرمانبند به طول 255 کیلومتر در سال 82 به بهره برداری رسید. در ادامه ساخت راه آهن بم زاهدان در سال 88 به طول 315 کیلومتر به انتها رسید. حمل روزانه 6 میلیون لیتر سوخت و گاز مایع به زاهدان و اتصال راه آهن سراسری به کویته پاکستان تنها یکی از مزایای راه آهن کرمانبم زاهدان است. به اینها خط آهنهای بین شهری و بقیه خطوط کوتاه و بلند را هم اضافه کنیم، در یک نگاه از بالا توسعه خطوط آهنین در کشور به خوبی قابل مشاهده است، خطوطی که کشورهای همسایه هم توسعه خود را در رشد این خطوط می دانند. ایران آذربایجان arasında Astara Reş demir yolunun تکمیل کریدور شمال جنوب برای ما بسیار مهم است. ما ریل را تا مرز آستارا آماده کرده و برای قطعه رشت آستارا هم آماده فاینانس کردن این پروژه ایم. چندان سورا او مسئله ده از حل تاپاجاخت. در 40 سال گذشته نزدیک به 10,000 کیلومتر خط آهن در کشور ساخته شده. ما در بخش ریلی در اون زمان حدود 4,565 کیلومتر مسیر ریلی داشتیم. امروز خوشبختانه نزدیک به 13,600 کیلومتر مسیر ریلی داریم، یعنی بالغ بر 9200 کیلومتر مسیر ریلی
در این 40 ساله احداث شده. خطوط زیادی هم همکنون در دست ساخت یا مطالعه است. در طی دو سال گذشته بیش از 3000 واگن باری توسط حمل و نقل ریلی در این زمینه سرمایه‌گذاری شد. همچنین تامین لوکوموتیو و تامین واگن مسافری از جمله اقداماتی است که با این سرمایه‌گذاری انجام شده. در زیرساخت‌های راه آهن همکنون به جز ریل تمام تجهیزات بومی‌سازی شده و اخیراً هم قراردادی با ذوب‌آهن برای ساخت 15000 تن ریل بسته شده که در صورت تحقق در ریل ملی هم خودکفا خواهیم بود. در تولید واگن هم تا 80% خودکفا شده ایم. حالا در 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی در صنعت ریلی خواستن به توانستن بدل شده. از مطالعه و طراحی تا ساخت و بهره برداری همه و همه به دست متخصصان داخلی کشورمون انجام میشه. مهدی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.